با و یاد خدا با سلام ادب خدمت همه بیننده های تلویزیون آریانا به ویژه لقماندان برنامه خوشحال با چهره ها بار دیگر من خوشحال آصفی با تقدیم نمودن این برنامه در خدمت شما عزیزا حاضر شدم باز هم مانند روال گذشته طبق معمول یکی از چهره های فعال و پردستاور در امروز در برنامه داریم بانو شکیبا سیفی رئیس امور زنان ولایت کاپیسا با ما در برنامه است بانو صیفی بسیار زاد خوش آمدید بخیر خیلی ممنون و مشکوری که دعوت آریانا را پذیرفتید صبح شما بخیر ما هم از سلام ادب دارم خدمت شما خدمت دستندرکاران برنامه تان و خدمت تمام بیننده که امیل از این برنامه شما را و ما را از عقب پرده های تلویزیون خود چی در داخل و چی در خارج می‌بینند های خاص و جداگانه دارم سلامت باشین بسیار زیاد تشکر در کمتر از ظرف دو دقیقه اگر برم با بگین که خانم شکیبا صیفی در کجا تولد شده صنف اول تا صنف ششم ششم تا دوازده بعد تحصیلات عالی را در کجا با پای اکمال رساندین تشکر از سوال شما شکیبا صیفی در ولایت زیبای پنچیر پنچیر تولد شده از دوره ابتدایی را در لیسی در بازارک تولد شدین بله در بازارک پنچیر در دوره ابتدایی را در لیسه بی بی هاو بی بی هاو وا داوری لیسه را در متوسطه متوسطه در مکتب بی بی سرواری سنگری بله وا داوری لیسه را در لیسه ناسون پروژه جانید خیرخانه به اتمام رسیدیم بله وا تحصیلات عالی وا تحصیلات عالی دوره دیپلوم ما از دارم علمین سید جمال از پانزای ساینس دیپارتمنت کمی و بیولوژی گرفتیم و پانزای حقوق در رشته قضا و در شخصی گرفت بسیار خوب پس هم چارده پاس هستین هم شانزه پاس هستین بله. اگر اشتباه نکنم اولین و... ماستر بله اولین وظیفه شما کدام وظیفه بود؟ پس از اینکه شما فارغ از درس شدیم بله. اولین وظیفه که ما نمیخواستم که در قدم اول وظیفه بگیرم چرا؟ بعد از سنف دوازده که به طرف امتحان کنکور رفتیم یگانه دختری که در لیسه نسان پروژی جدید خیرخانه در طب کامیاب شد ما در پنزه طب استومتلوژی که اولین انتخابم بود کامیاب شدم نظر به مشکلات دوری را و مشکلاتی که اینمی میبینیم که شرایط ناامنی بود و تفلداری بود من نتانستم که آزم پانتون شوم و رفتم یک سال تاجیل گرفتم بعد آه. از یک سال تاجیل هم چانس از دست دادم ناگزیر که به دارمالمین سید جمال ادامه دادم داخل خدمت و وظیفه مقدس معلمی را در ابتدا اولین وظیفه ما بود که امه. حالا خانم صیفی چند سال است که در معروف افغانستان مستر خدمت هستیم؟ ما مدت دوازده سال در امو یک مکتب دوازده سال در یک مکتب تدریس دوازده سال در یک مکتب البته تنها در بخش تدریسی نبوده در بخش های اداری که ما هم ارتقا کردیم؟ بله در, در, در اوایل به معلم و بعد از اون معاون تربیتی مکتب بودم و بعد از معاونیت تربیتی سرمعلم بودم و بعد از سرمعلمیت معاون تدریسی لیسه بودم که نظر به مو شوق و علاقه که ما به سیاست داشتم به مو ملحوظ بود که ما پنجای حقوق هم آغاز کردم ما استفاده دادم از معارف و رای انتخابات شورای ولایتی شدم یکی از کدام سالا بود؟ یکی از نامزدهای امی دور شورای ولایتی کابل بود دور پیشین بله پیشین نیست دیگه فعلا ادامه دا دارم انتخابات <laughs> بله دیگه من زیاد علاقه داشتم چون یک دور دیگر هم شورای ولایتی سفری شده بود و مو برداشتی که ما داشتم و چون دا بین مردم بودیم همگی میگفتن شورای ولایتی وظیفه چی است با واقعیت اگر از خود امو وکیل سایبان پرسان میکردی که این وظیفه شما چی است ادقل گفته هم که ما یک پل ارتباطی بین مردم و حکومت هستیم. هستیم ما اینمی یک انگیزه بر ما خلق شد که ما بتانیم برای مردم ما خصوصا برای خواهرای ما مزدر خدمت برای انتخابات پارلمانی استاد چه با شورای ولایتی استاد شد استاد چه. با انتخابات شورای ولایتی نظر به مو مشکلاتی که بود دیگه او چالش ها رو همگی اگه رای شما رو را کم کردن نه خوردن بلندترین آرار در بخش خانما در, روز در, در, خانم در روز انتخابات داشت. ما داشتم مم. که ده هزار ده هزار ساختن یا ده هزار ساخت بود هزار ده هزار ساختن ده هزار ساعت ساختن هم بود. این مشکلات متاسفانه این مشکلات بود بعدش باز چی کردی بعدش ما دو سال دیگه وظیفه نگرفتم و تحصیل خود ادامه دادم خب در دا ختم وظیفه یک پست وزارت اقتصاد از مشاوریت حقوقی وزارت امور زنان به ایلان رفت که میره در سایت دیدم علاقه من شدم از طریق آنلاین فرم خانه پوری کردم و او قدر سرش دل هم نبودم که میشه و نمیشه ام. روز دیگه بر ما زنگ آمد که خود چارلس شدی فلان روز امتحان از بیا در امتحان اشتراک کردم در او هم میشه نمیشه دل, دل نادل بله ها دیگه خداوند هزار بار شکر که در پروسه کامیاب شدم و مدت دو سال به صفت مشاور حقوقی وزارت امور زنا ایفای وظیفه می کردم جریان مشاوریتم پست ریاست ما به اعلان رفت چون خودم در دا داخل وزارت هم بودم از موضوع آگاهی کامل داشتم و علاقه پیدا کردم که من در یکی از ریاست ها نامزد باشم در وزارت امور زنا امور زنان. اولین انتخابی که من داشتم در دا پروسه سی بی آر که پروسه بعد بدبختانه از وزارت امور زنا یک مشکل پیدا شد که به معطل قرار گرفت ولایت کاپیسا بود انتخابم و بعد از اینکه او پروسه سی بیار لغو شد و آمد به اصلاحات اداری باز در کابل از کاندیدا بودم که با تفاوت دو نمره با کسی که برنده شد در کابل ما در ریزرف اول وزارت ماندم و نظر به لزوم وزارت روی ولایت زیبا و سرسبز کپیسا شدم بسیار خوب این مدت چرا کپیسا من... چرا پنچیر در حالی که شما از پنچیر هستین چرا کپیسا رو انتخاب کردین ما... زادگاه شما بهتر نبود راحت تر نبود من فکر میکونم که اگر ما تنها به زادگاه فکر کنیم ای افغانستان بالاخره چی میشه به همین خاطر می مه... سوالا کردم که آه... نظر شما رو خواستم ما که آه... بسات ملی بسات افغانستان بلد، بلد. بدون تبهیز و تعصب فکر کنم شخص خودم همینطور نظر نیک است قابل قدر است در خور ستایش از تقدیر نامه ها بگوین بانو سیفی درجه تقدیر نامه دی خون که دوره زفویر در افغانستان اسلامی جمهوریت جمهوری ریاست اغلی شکبه صیفی در حبیب لور دی کابل خار د پوهانی ریاست د مولانا جلال الدین محمد بلخی نسوان خوځي سرمعلمته چې خپل اړوندندې په پوره اخلاص یقینولې او بارې لیټوب تر سره کړې او خپل ولستې د پوهانیزو خدماتونو وړاندې کول په برخه کې لژانه هیوار ته وي خو دلې د لومړۍ درجه تقدیرنامې پر کول سره و یاړ به هي عامد کارځي د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس البته کارځي صاحب د افغانستان مخانی ولسمشر دا تقدیرنامه میرمن صحیفه ته ورکل شویده بله تقریرنامه تقدیرنامه نظر به پیشنهاد مقام وزارت شده بود که من خود مبتکر نمی هم داشتی بله بله خب خب. یک قدم داشت یک ماماش داشت آه بسیار خوب و این نامه بانو سیفی از طرف فاروق وردک وزیر پیشین ما را به شما شد بله را وزیر صاحب فاروق وردک داده نظر به مو کارا و فعالیتایی که در دا معارف دا داشتیم واسطه در کار نبوده؟ نگفت نه خیلی نه نگفته که تفاروک ورده ما نه. نه. چی واسطه نه. داشته باشیم؟ نه ایچ دمی... در این ها کدام واسطه نبوده اما فعالیت و... و کارایی که در بخش معارف داشتیم البته در تقدینامی درجه اول هم به پیشنهاد خود وزیز فاروق وردک بوده بلی. که باید از طرف ریاست, ریاست معرف شهر از طرف ریاست معرف شهر است این کدام مناسبت داشت؟ ایرا یک شب ارفان بزم مولانا را در مکتب ما دایر کردیم که مورد توجه جناب خود وزیر صاحب و ریاست معارف قرار بل. گرفت که به اون مناسبت و از مصرف عمریت نظارت حوزه یازدام بلی. تعلیمی شهر کابل یک چون سرمعلم بودم اما کارا و فعالیت هایم که به وقت و زمان تای مرایل می شد و می رفت و شادت نامر شاگردان با به وقت می گرفتن نسبت به دیگر مکتب ها یک برتری که سر سرمعلم ها می داشتن باز می شد و هم از طرف ریاست معارف شهر کابل بله از تقریب بله و ای هم از طرف این ای تقدیر نامه از مشران جرگه است خواه این تقدیر نامه را هم زمانی که معلم بودین گرفتیم نخیر این گرفت نه آه. اه دمی مدت اشت ماه که در ولایت کاپیسا رفتیم دیگه خود ستایی نشدم ای که نظر به کارایی که کدیم در چشم وکیل با خورده و کمکاریایی که سابق بوده اه. یا چه لحاظی که بوده خاص از بخش امور زنا و, و یه مصرف کمیسون امنیتی و لسی جرگه بله بسیار خوب مبارکتان باشه و خانم صحیفی تقدینامه ها تحصیلنامه های زیاد گرفتن ولی بنامه از تقدینامه ها تحصیلنامه ها بعضی را با خود آوردن این هم از طرف وزارت مبارزه علی مواد مخدر بله وزارت مبارزه علی مواد مخدر ای سه تقدینامه که آل شما می آخر نشان داده دمی دستاورد مای ریاست بود کاپیسا برای کاپیسا چی کردین خانم شکیبا صیفی دستاوردتان در کاپیسا به عنوان رئیس امور زنان کاپیسا چیست جناب آسفی سایب شما می فهمه که مقصد ما کاپیسات دو بار آمدیم باز بر ما معلوم است بار, بار که آمده انشاءالا دوبار که رفته بوده یک دفعه از ریاست ما دیدن میکرده ای بار باز... میم بر ریاست مورد زمان قبلا نگر نرفته باشه باز آل قضاوت کرده نمیتونه ها. ریاست نای ریاست قبلا میرفته و آل که می باز خودتان قضاوت میکرده خواسته. که چی کارایی شده حالا اگر به طور مثال بگوییم چی کارای انجام داد خب از از, آز, آز خود ریاست از لوحه و دروازه و دفتر و دیوان شروع کرده تا به شوراهای زنا تا به خانهای امن تا به مرکز سلب آزادی زندانها و مرکز اصلاح تا به کلش پلانا و برنامه که داشتیم از طریق صفحات مجازی اگر تعقیب کرده باشید دیده باشید همه را منظم پیش میریم فضل خدا امسال خوشبختانه در ولایت کاپیسا نظر بر سال گذشته ارقام خشونت و نظر به دیگه ولایاتی که چون ما دو سال در وزارت امور زنان مشاور حقوقی بودم و بخش دیتابیس بعضی وقتا ممی ارقام خشونت خودم داخل میکردم و امروی سر, سرکار و کار مستقیم چون حقوق بود امروی زینا بود یعنی به مراتب سطح خشونت در ولایت کاپیسا پایین است و این سال خوشبختانه که همگی میگه که رئیس صاحب شما قدم کردین از اول سال تا به حال ما 67 قضیه داریم قضیه خشونت قضیه خشونت داریم که 20 قضیه ازی حل شده دلایل این و... خشونت ها چیز در کاپیسا خانوادگی است جنایی فقر بیکاری و والا اجتماعی ای یک گپ است که برای هم اگه معلوم است که خشونت ها عامل اصلیش و فقر و بیچارگی و عدم آگاهی از حقوق فامیلاس چقدر سطح در بین خانواده ها بلند است اما در امو و قصبات دوردستی که رفتیم زن بی سواد در سو کم پیدا کردیم این همی که سطح خشونت ها پایین از در کاپیس یک دلیلش امی است که فضل خدا مردم روشن فکر زیاد داره یعنی اما خانمی که بیسواد آم است با قرآن آشنایی داره خوب. بسیار خوب دیگه بسیار بیسواد کم است چه خیر خانم ها دلیل... را به کار بگمارین یا زمینه کاری برایش بیره برش مساید بسازین از وقتی که ما رفتیم فضل خدا ما امی دیروز یک گزارش مفصلی را که به انجمن زنان خدمات ملکی که دو روز اجا میمان ما بودن و آمدن دیدن کردن از هر بخش 816 خانم ما, ما تابال تانستیم که شامل کار بسازیم بخیمه در پروژه ها برشان محایه بسازیم که از پروژه استفاده کنند یعنی در بخش های مختلف ما تانستیم که امی ارخام برشان یک زمینه رو مساعد بسازیم مهم. و یک ارقام دیگه که 142 سد نفر دیگه که باز شامل کار میشه به خاطر پروسی انتخابات و او هم در پروسس هست که ما به خاطر که گفتیم کل از, از امکانات مستفید شوه قماندانی بر ما مکتوب داده بود که امول استتانا باز دوباره مهم. تمدید کنی و ما را قبول نکردم گفتم لست تمدید نمیکنم او تعداد خانم از او امتیاز مستفید شدن آل ما خانم های دیگه را که داریم دهی پروسه شامل می چه چه چقدر... چرا کل کلگی بله. بتانه که یک زمینی آید برش پیدا شود چقدر کارای شما اماهنگ است با مرکز ولایت با مقام ولایت و چقدر شما اماهنگ پیش میرین با جناب مراد صاحب والی فکر می کنم که ما چون نزدیک ولایت هم هستیم و ما خودم یکی از امو خاصیت ما است که همیشه در مشوره پیش میرم چون در بعض ولایات بلی. والی در رئیس نیست رئیس در قصه آمر نیست آمر کلی از خود والی صاحب هم بسیار به مو وجه احسن است بله. میکنه بل. و ما بدون والی صاحب هم خیلی کار کرده در کاپیسا بدون مشوره جناب والی صاحب و در امانگی با دیگه ادارات محلی کاپیسا اداراتی که البته کاری که مربوطشان میشه اقتصاد است و انکشاف دهات است شاروالی است امیا بخشایی که میشه ما در با اینا کارهایی که میباشه پیش میبرم و امی است که نتیجه خوب گرفت چند بار حج کردیم؟ فضل خدا شش بار شش بار ماشاالله خداوند قبول کنه رسمی بوده غیر رسمی یا با امکانات خودتان بوده نه با یک بار رسمی در کنفرانس اسلامی آی سی او امرای جناب وزیر صاحب در کنفرانس رسمی رفتیم و پنج بردگیش شخصی دارد با کدام رئیس ولایت دیگر هم رقابت دارین که شما پیشتاز سوین وقتی که معمولا امتحان گرفته میشه یا ارزوبی کلی از پنج یا سی چار ولایت افغانستان سی و پنج سی ولایت افغانستان ارزوبی میشه که کدام خانم یا کدام رئیسه فعال هست ما امروی کس خواهم چشمی چیز نداریم تابال اگر یک ارزوبی نشده و ما پیشنهاد میکنم به وزارت امور زنان که م. از پشت پرده تلویزیون اگر آواز مرا مشنوان یک رقابت سالم اگر پرتن ای خاطر بهبود کار در امورات ولایت و در بخش خصوصا در بخش خانمها ای بسیار یک ابتکار عالی و خوب خود بود و ما رقابت ندارم اگر رقابت هم کنم رقابت سالم مید. شما ورزشکار هستید؟ بله کدام ورزش پیش میبینید؟ فتنس ها پیش میبینید دیگرها را هم آموزش میدیم؟ من امی یک کلاب دارم کلاب, کلاب, فتنس. کلاب فتنس در کابل یا کاپیسا در چاره خلای نجارای خیلخانه رو ریاست استاک مرکزی اگر کابل. متوجه شده باشی به با نام فتنس کلاب بره. ناسی سایفی کمال که مدت 8 سال میشه ای کلاب ما ایجاد شده و به چه افراد شاگردش ما هستند این چقدر ایتراس که و علاقه وجود دارد تا خانم ارقام کلاب ثابت نیست در یک ماه پایین است یک ماه بالا میره یا در تایم کاری مختلف از از شش صبح تا پنج دیگر کلاب باز است یک ترینر داریم که فول تایم دمو کلاب است فقط مه. از 12 تا یک به خاطر صرف تام تفریح داره دیگه مکمل در کلاب میباشه و انگیزه که با باعث شد که ما بتونم مه. یک کلاب جور کنم ما خودم یک کم تکلیف داشتم مه. پیش دکتر در خارج و داخل که من رفتم فقط اکسرسایز توسع می که اکسرسایز داشته باشیم ما به با یک کلاب که رفتم که در این کلاب نیم تایم زنا می آید و نیمه تایم هم آم برادرهای ما می آید چون شرایط ما می که در یک جامعه سنتی زندگی می کنیم و مشکلاتی را امی دو تایم زن و مرد بار آرد بعضی کلاب ها که حتی به بسیار گپای کلان از او پیدا شد که با قتل و گپا از اونجا رخ داد کمرا ماندن از به می که هم خوارا می رفت هم برادرا می رف. بخش زکور کمره ماندن و فلم های را گرفتند مشکلات زیاد شد که حتی در خیرخانه دو سی نفر بشادت رسید در می زد باز ما شما خواست این کار جداگانه بکنید ما که رفتم او وقت نمیتونستم توان اقتصادی هم نبود که من امطوری یک ابتکار داشته باشم باز وقتی که در کلاب رفتم من شرایط که دیدم که معصوم نیست کلاب با زن و مرد این رقم انگیزه خلق شد که باید من یک کلاب جور کنم ام. چون زنا زیاد نیاز دارن میبینه که از ناحیه پایو یکی دستش درد میکنه یکی گردنش درد میکنه نیاز بسیار زیاد است گرچه فامیلا میگن کمی کاری را که میکنه ورزش است نه نی. ای ورزش نیست ورزش اگر به شکل الفوی شوه بسیاری از مشکلات مریضی را تداوی میکنه باز ما شما اگر به نامشان آشنا باشین یکی از وکیل صاحبای کابل هستند به نام فرهاد صدیقی که در دور کمپاین های شما موضوع حمایت کردیم و شو تا آدم از هم فراد صدقی از نظر شما خب ما میخوایم مامور را رو بگوییم آدم خوب بود که ما به مشوره رفتم با ما می رو پسند کردیم ما به دفتر از اینا مراجع خواه. کردم که وکیل صاحب ما میخوایم که این امیتر یک مرکز ورزشی را بر خانم ها ایجاد کنم تو تو چی از کدام طریق سفارت باشه از کدام طریق کدام تجار باشه بر ما که می... یک چیزی را ما خودم میکنم یک چیزی را اونا کمک کنن طرف ما کرد که ما پلان خود چی است گفتم ما میخوایم این تا یک مرکز داشته باشم خودم مریض هستم ورزش کنم و خواهرای دیگه هم گفت که چرا با سفارت بریم چرا با وزارت بریم چرا بر تو چرا خودم این کارو نکنم ما امی دو ماه ماش پارلمان مم. وقف می کلاب کنم میشه ما گفتم بله چرا نمیشه گفت به خاطری که برای خواهرای با دفتن چقدر امیلست بر ما جور کو که چقدر ماشینی گپا کار است مالست جور کردم بدون از که خودش کسی را آیات این کنه یا دیگه کنه و واقعا که بر طبقه خوارا بر کلگی احترام داره و واقعا که دروازه دفترش بر همه باز است و بر خوارا احترام بیشتر اگر در دفتر از برادرا میره در پایین میبینیشان بله. اما خوارا را دفتر بالا را نمایی میکنه که میگه یک قدم بالاتر است بله 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 باز امی بود که مرا به جهان سپورت زنگ زد که یا خوهر ماست و سایل رکار داره کل را برشان بته و در جمع اصاب روان کنم که پیسی تان روان کنم آه. فکر کنم که بیچارم دو ماه ماش خوده وقت کلپ ما کرد و شرط من و شرط ماند بر شرط؟ گفت که هر قدر دیگه که در کار باشه ما نان نمیخورم کمکتان میکنم آه. اما مختص بر زنا باشه بله خیر ببینن. که مرد در اینجا حضور نداشته باشه که خوهر آدم شریف است واقعا باز اینمی بود که نمی کلپ ایجاد کردیم و خوهر بسیار زیاد خوش هستند حتی از های خود مسئولین المپیک در اوجه می که امو سهولت های که در کلپ دیده بودن از المپیک بر ما زنگ زدند و یک تقدیر نامه و اینی مدالی شما میبینید این مدال امبارک تحت نامی است که بر ما ایجاد کردند تشکر بانو سیفی خداوند فرهاد صدیقی را هم خیر بده و دستخوان زیاد مردم جمع است و در زیاد مردم کلان هم شدند واقعا صداقت و نیتش قابل تقدیر است نه تنها شما بلکه به تمام کابلیان افغانستان خدمت کرده بله ما ممنونش هستیم واقعا و از... ما من یک خانم به هر کس دان کرده کردن نمیتونستیم وام در جغرافیه بر افغانستان به و اونمو شرافت و اخلاقش ما رو وادار ساخت که همیشه اعلان میکرد که چیزی که کار باشه من خدمت, خدمت هستم حتی که خدای ناخواسته می خون کار باشه سلامت سمیستم. باشی تشکر از بانو که با رئیس امور زنان کاپیسا که دعوت برنامه خوشحال با چهره تلویزیون آریانا را پذیرفتن خوش آمدید سلامت باشید بخیر باشید تشکر از اینکه ما رو دوارد افتخار بخشیدین بانو صیفی این بود برنامه امروزمان تا برنامه دیگری که من خوشحال آسفی با یکی از دیگر در خدمت شما عزیز حاضر میشم تا درود بعد بدرود